اعتراضات اخشار مردم هر روز ابعاد گسترده‌تری به خودش می‌گیره. دولت رئیسی که قادر به جلوگیری از استمرار این اعتراضات نیست، با تصویب لایحه‌ای درباره نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها و ارائه اون به مجلس رژیم تلاش می‌کنه تا با اهرم‌های قانونی با اعتراضات برخورد کنه. برای بررسی این موضوع همراه هستیم با آقای همایون سیملقایی، تحلیلگر امور سیاسی از آلمان. سلام عرض می‌کنم خدمتتون آقای سیملقایی، خیلی ممنون که دعوت ما رو پذیرفتین. ابتدا برامون از آخرین تحولات و اخبار در مورد تجمعات اعتراضی بگین. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و بینندگان محترم تلویزیون ایران آزادی. طی یکی دو روز گذشته، به خصوص در روز یک شنبه و دوشنبه دیروز، تجمعات و تظاهرات از اعتراضات بسیار گسترده‌ای از طرف بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی و همچنین از طرف بازنشستگان سازمان مخابرات رو ما در ایران داشتیم که در بسیاری از استان‌ها و شهرهای ایران به طور گسترده این اعتراضات انجام شد. به طور مشخص میتونم از استان چهارمحال و بختیاری، گیلان، خوزستان، خراسان رضوی، خراسان شمالی، لرستان خدمتتون بگم، همچنین شهرهای اصفهان، شیراز، کرج، اهواز، کرمانشاه و افتاپه رو خدمتتون عرض بکنم. اما همزمان با این اعتراضات ما یک بیانیه‌ای رو از طرف شورای هماهنگی تشکل صنفی فرهنگیان ایران داشتیم. این بیانیه دقیقاً در سالگرد دستگیری‌های خودسرانه رژیم در سال گذشته صادر شده بود و در این بیانیه اشاره شده بود به دستگیری دو شهروند فرانسوی، این دو معلمی که از طریق وزارت خارجه ایران ویزای رسمی گرفته بودند و به ایران سفر کرده بودند و پس از این که وارد ایران شدند و با تعدادی از افراد و نهادهای صنفی، کارگری و فرهنگی دیدار کردند، از طریق ماموران اطلاعات سپاه بازداشت شدند و تا همین امروز در بند 209 زندان اوین که متعلق هستش به وزارت اطلاعات نگهداری میشن. همچنین در این بیانیه اشاره شده به دستگیری نویسنده آقای مهتدی، کیوان مهتدی، و همسر ایشون خانم اسداللهی که آقای مهتدی از عضو نویسندگان، عضو کانون نویسندگان ایران هستن، و همچنین از دستگیری آقای رضا شهابی که عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران اتوبوسرانی هستش، که پس از ملاقاتی که با این دو معلم فرانسوی داشتن، یعنی آقای ژاک پاریس و خانم سیسیل کولرت، اینها را هم دستگیر کردن. از طرفی دو نکته بسیار برجسته به نظرم اومد در این بیانیه که صادر شده بود. به این ترتیب که اینا در بیانیه اظهار میکنن که رژیم داره با یک سری حرفای در حقیقت بی محتوا و پوشالی سعی میکنه که ارتباط این کانون فرهنگی رو به کشورهای غربی به طوری متصل بکنه و اینها در جواب گفتن که این که ما ارتباط داشته باشیم با نهادهای فرهنگی در سراسر دنیا یک امری بسیار طبیعی و به هیچ وجه ربطی به ارتباط ما با هیچ کشوری در دنیا نداره، اما اتفاقا روی کرده این کشورهای غربی است که به شما، کشورهایی که حاکمین دیکتاتور دارین، اجازه میده که برخوردهای خودتون رو هرچه وحشیانه تر با فرهنگیان، با فعالین کارگری داشته باشین. نکته دیگه ای که به نظر می اومد در این بیانیه بسیار مهم بود، در مورد هشداری داده بود در مورد سیطره ایدئولوژیکی که حاکمیت ولایت فقیه میخواد بر سیستم آموزشی داشته باشه. در اینجا تاکید کرده بودند بر این حرفشون که ما تا امروز به هیچ وجه اجازه نداده ایم که این اتفاق بیفته، بعد از این هم در مقابل این سیطره ایستادگی خواهیم کرد و مطمئنن تا آخرش هم پای این صحبتامون خواهیم بود.
ممنونم. آقای سیملقی، اقدامات رژیم برای جلوگیری از گسترش اعتراضات اقشار مختلف مردم چی بوده تا الان؟ اشاره کردین شما به دستگیری ها و قبلش هم توی خبرها بود، ولی اگه میشه بیشتر اینو برامون باز کنید. بله، طی همین چند روز گذشته شاهد این بودیم که متاسفانه معاون امنیت سیاسی استانداری بوشهر اعلام کردش که 8 تن از کارگران اعتصاب کننده در پاس جنوبی رو از طریق اطلاعات سپاه شناسایی کردن و اینها رو دستگیر کردن. اینطوری که سایت تسنیم وابسته به سپاه قدس میگه، میگه که این کارگران گویا با سازماندهی و از طریق کانال هایی که به خارج از کشور متصل هستش، از اون کانال ها سعی کردن این اعتصابات رو در حقیقت سازماندهی بکنن و همین علت اینها رو گرفتن و در حقیقت اینها رو دستگیر کردن. اما ناگفته نمونه که سخاوت اسدی مدیر عامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی هم روز 8 اردیبهشت یه تهدیدی کرده بود اینا رو، که در صورتی که کارگران حاضر نباشند به کار خودشون برگردن، اینها رو با 4000 نفر کارگر جدید میخواد جایگزین بکنه. میبینیم که رژیم داره ضربندهای بسیاری رو انجام میده، از اون طرف اعدام های روزمره‌ای که داره، از این طرف دستگیری های فزنده‌ای که در هر روز مشاهدش هستیم، اما به هیچ وجه نتونسته جلوی این اعتصابات، جلوی این اعتراض ها رو بگیره. طبق آخرین خبری هم که اومدش من اطلاع پیدا کردم، اینکه شورای هماهنگی و سازماندهی اعتصابات کارگران، کارگران صنایع نفت، گاز، معادن فولاد، اینها اعلام کردند که ما به هیچ وجه دست از اعتصاب بر نداشته ایم، همکنون 10000 نفر کارگر در اعتصاب به سر میبرند و تا اینکه به حقمون نرسیم از اعتصاب دست بر نمیداریم. اما در رابطه با همین مسئله اعتراضات، یک مطلبی رو میخوام اینجا عرض کنم خدمتتون. یک لایحه‌ای رو معاون رئیس جمهور جلاد رژیم در حال تهیه و تدوینش هستش و میخوان به مجلس رژیم این رو تحویل بدن، حالا فارغ از این که این لایحه اونجا تصویب بشه یا نشه. لایحه‌ای که باعث تمسخر شده، باعث تمسخر خود اینها حتی در سایت ها و خبرگزاری های خود رژیم شده. این لایحه هیچ حسنی که نداشته، قراره به این ترتیب باشه که اگر عده‌ای بخوان، شخص یا شخص اشخاصی بخوان تجمعاتی داشته باشن، اعتراضی داشته باشن، این تجمع و اعتراضات باید حد و حدودش رو رژیم مشخص بکنه. در ضمن قطعنامه این تظاهرات یا این تجمع رو قبلش باید در اختیار اینها بذارن، احتمالا اینها از ممنگزی اگر بتونن ردش بکنن، بتونن اون رو اجرا بکنن، مکانش، زمانش رو، همه اینها رو رژیم خواهد تشخیص بده. اما لازم به یادآوریه که اگر اشتباه نکنم در ماده 27 قانون اساسی همین جمهوری اسلامی از 44 سال پیش به این ور هم این مسئله ذکر شده بود، پیش بینی شده بود که مردم میتونن تظاهرات داشته باشن، به صورت مسلمت عمومی تظاهراتشون انجام بدن. اما ما دیدیم که در سال 1360 اسدالله لاجوردی، این جلاد به درک واصل شده، به تلویزیون چجوری آمد و گفتش که هر کسی که ما در طی دیروز امروز در تظاهرات دستگیر کرده بودیم، در اولین فرصت بلادرنگ اعدامش رو می‌کنیم و بعد از این هم هر کسی در تظاهرات شرکت بکنه اعدام خواهد شد. بنابراین اینها یک سری بازی‌های مسخره‌ای که عرض کردن خدمت شما، خود ایادی رژیم هم اینها رو مسخره می‌کنن. اگر اجازه بدید من فقط به یک موضوعش بپردازم. اینجا روزنامه حکومتی ابتکار بود که از خبر آنلاین یک مطلبی رو نقل میکنه. این چنین می‌نویسه، میگه این موضوع نگرانی و وحشت صریح و آشکار آقایان را از جامعه نمودار میکند. در هر کشوری متن چنین لایحه‌ای تصویب و تبدیل به قانون بشود، گویای آن است که شرایط وخیمی را در داخل آن کشور ما حاکم میبینیم. بله، خب ممنونم از شما. به نظر شما به عنوان سوال آخر، شرط اصلی موفقیت حرکات اعتراضی اقشار مختلف مردم که می‌بینیم ادامه هم داره برای اینکه به حق و حقوقشون برسن چیه؟ من فکر می‌کنم قبل از هر چیزی
این تظاهرات، این اعتراضات میبایستی هرچه سریعتر گسترده بشه، رادیکالیزه تر بشه، به قیام های شهری تبدیل بشه و ما بایستی به این باور برسیم که حق و حقوقمون رو میتونیم میدانی بگیریم، یعنی در کف خیابان. ببینید متاسفانه ما با یک مافیای رسانه‌ای سرکار داریم، مافیای رسانه‌ای که در این انقلاب 1401 به شکلی خودش رو نمود کرد که بر همه دیگه عریان شد. من چرا میگم مافیای رسانه‌ای؟ خب مگه مافیا چیکار میکنن؟ یا قاچاق انسان میکنن یا قاچاق مواد مخدر میکنن و امثال اینا دیگه. اما اینها قاچاق آلترناتیف های یک شبه میکنن این رسانه ها، اتفاقا هزاران برابر مخربتر از هر مواد مخدریه کاری که اینها میکنن. اینها اجازه بدید از شاعر بزرگ میهنمون، سعدی بزرگ، من وام بگیرم که میگفت بنی آدم اعضای یک پیکرن. این بنی مافیا کلن همشون اعضای یک پیکر هستن. اگر یک سر این پیکر رو ما در بیت العنکبوت خامنه ای یعنی ولی فقیه ببینیم و یک سر دیگه شو در واشنگتن، در مریلند ببینیم و این افرادی که مابین اینا بین اروپا و کانادا، استرالیا دارن مدام در حال محافظه هستن، متوجه میشیم که این پیکره، این لاشه باقی مانده از ولایت فقیه رو هم در عمل کرد هم در گفتار اینها دقیقاً یک چیز رو انجام میدن. ببینید حرفی که خامنه ای در داخل میزنه، حرفی که آخوند خاتمی امام جمعه میزنه، حرفی که پاسدار جنایتکار سلامی میزنه چیه؟ مدام میگفتن این قیام رو تمومش بکنیم، این به نفعتونه که این قیام رو تمومش بکنیم. از این طرف بچه شاه حرفش چیه؟ میگه قیام بسه، دیگه لازم نیست بیایید بیرون و تا همینقدر کافیه، دنیا هر چیزی که میخواست ببینه تا همین امروز دیده. حرف رو نگاه بکنید، خواسته های اینا چیه؟ از کمی عقبتر شروع میکنم، از همون 44 سال پیش، از خمینی ملعون بگیرید شما، تمامی وزرای خارجه از علی اکبر ولایتی تا به همین پاسدار امیر عبداللهیان، با هر همتای خود که صحبت کردن، در هر جلسه‌ای که داشتن، در هر نشستی که داشتن، حرفشون یک چیز بود: شکوه و شکایت از مقاومت مردم ایران. درخواستشون چی بود؟ محدود کردن، تا جایی که میتونن اینها رو سرکوب کردن، اگر میتونن کمپلت از بین ببرنشون. حالا ببینیم در طی این 7 ماه اندیه گذشته باند بچه شاه و اطرافیانش اینها چه گفتن و چه کردن؟ آیا در ایتالیا خواستشون مگر همین نبود؟ نه. در بلژیک مگر همین نبود؟ در شهرهای دیگه که رفتن مگر غیر از این رو خواستن؟ همین مونیخ مگر غیر از این رو خواستن که از مجاهدین دوری کنید؟ به هر کسی که رسیدن، هر میکروفونی که دستشون دیدن، هر تریبونی رو که در اختیارشون گذاشتن، حرفشون یک چیز بود: از مقاومت مردم ایران دوری بکنید. تا این رسوایی آخر بچه شاه که دیدیم در تلویزیون علناً گفت که چرا مقاومت ایران رو از لیست تروریستی در آوردید و این شخص کسیه که به جد، اما به جد، خواستار اینه که سپاه پاسداران در لیست تروریستی قرار نگیره و به شکلی مدام ادعا میکنه که با اینها در ارتباط هست. از این منظر میگم حرف من به مردم بزرگ ایران اینه، ملت بزرگ ایران، اگر خواستار سرنگونی این رژیم اهریمنی هستید، راه سرنگونی این رژیم نه از تونل زمان بلکه از 7 خان رستم و از دریاهای طوفانی میگذره. هیچ ملتی از پس رنج کشیدن به آزادی نرسیده و ما با در فضای مجازی مبارزه کردن به هیچ وجه نمیتونیم به جایی برسیم. بنابراین تنها حرفی که دارم بهتون بزنم اینه که میبایستی که آتش رو جواب آتش داد و پس از گذشت از 7 خان رستم این رژیم رو به زباله‌دان تاریخ فرستاد. و
بله، ممنونم از شما آقای همایون سیملقایی، تحلیلگر امور سیاسی از آلمان، از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین و در این گفتگو همراه ما بودین. خیلی ممنونیم. خدا نگهدارتون. خدا نگهدار شما. وقتتون بخیر.